همونطور که مستحضر هستین، چون ایران و عراق به هر مدتی است که در حال جنگ هستند با هم و خب از هر دو طرف کشتن شده اینها، این سال در افکار برخی پیش میاد که علت این که شما عراق رو که به اصطلاح یک کشور در حال جنگ با ایران هست انتخاب کردین، دلیلش چی هست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من بعد از اینکه در منزل بودم، محصول بودم حدود دو سال، مرتب خب این خبرهایی که اینها اعدام میکردن، شکنجه میکردن، فسادهایی که میکردن خلافه، چطور ممکنه که من اینجا آسوده توی یه زن بچم باشم و این جوانها رو اینجور گلوار گوسفندوار همینجور ببرن به سلاخونه و اعدام بکنن؟ چطور ممکنه؟ من چرا فکر میکردم خوابم من لایگاهی نمیبرد، کردم که آیا من فخر کردم؟ آیا قدرت دارم؟ الان محصورم در ایران، نه اعلامیه میتونم بدم منتشر بشه، نه فرق. و آن چند بینا پشت دادم، بعد گفتم در وقتی بازداشت بودم و گفتم بابا شما، من اینایی که این بیچاره هایی که شما به من یه جریده ای منتشر کردم، یه خونه ای بازم به مجاهدین دادن، یک نمیدونم پزشکیست، یک زخمی از اینها رو معالجه کرده، شما میکشید. من این همه بهتون گفتم که حتی گفتم که کلوخ انداز رو پاداش سنگ است، اینها رو باید همونجوری که اینها به شما کما رو میکشن، اینها شما رو شکنجه میکنن، اینها شما کتک میزنن، شما میتونید تلافی کنید و باید اقدام کنید. من دستو، من گفتم وظیفه شریتونه، من گفتم حکم خدا اینست که با اینا مبارزه کنید، حکم خدا اینست که همونطوری که اینا از شما میکشن، این کسانی که میکشن همون کشنده رو بکشید، همون عوامل این فساد ها را، عوامل این سوء آشوب ها را، عوامل این درگیری ها را، عوامل این بیچارگی ها را، اینا رو باید از من ببرید. من چطور اونا رو میکشید میزنید بالای این چیز جرسقی لما من چه نمی کنید؟ حالا یاله نکردن و من آوردن در خانه، واقعا در مزیقه بودم و از خدا می ترسیدم و فکر کردم که چیکار بکنه. رد الحجره من حیث و جا فه این نشار لایت فوق لشار، کلوخ انداز رو پاداش سنگ است، ترجمه همی عبارته، هم حجر را از سنگ اون سنگ می دازه و شمشیر می دازه، او پرس کنید که تیر می دازه به این ور، از این ورم تیر از اون ور. چرا؟ به جدی که شر با فقط با شر میشه دفع، با بالا غیرتن و با مثلا تو رو خدا و اینها اثر نداره. حدود یک سال و نیم ای تو سری خوردن و کشته، بلکه بیشتر تو سری خوردن و خدای خوردن و نمیدونم در خیابون ها اینا رو کشتن، حتی کشتن من خودشون رو میکشن. چقدر زندان شما آمار میدادن در روزنامه‌شون دیگه، چقدر زندان انداختن، خود روزنامه‌های رسمی اینها. یه روز من بعد از اینکه رفتم اون دفعه آخر پیش همین خمینی و گفتم بخواد چرا این کارو میکنید و این منجر میشه به اینکه شما لبنان دوم میکنی ایران را، بعد برگشتم مشهد، خود روزنامه‌های خودشون نوشته بودن که درگیری شده در به ما مجاهدین در چیز عراج و 290 زخمی شده، که دوباره من تلگراف کردم به اون اسم اون احمد مجددن تذکر میدم و چرا باید این زخمی ها، که دوباره تلگراف کردم که جواب نداد. سه باره نامه اون نامه مربوط به قوقا ها را از مولا اسلامی علمین در اون که کیهان تنها چاپ کرد، این برو برگرد نداره، بالا غیرتن نسلشون نمیشه. دیدید هر چند بینا گفته شد هیچ اثر نکرد. یک سال و بیش از یک سال خورده اینا تعمل کردن، هرچی کشته شد ازشون کشتن، چی نگفتن، زخمی کردن، چی نگفتن، زندان انداختن، چی نگفتن، مراکزشون بستن، چی نگفتن، روزنامه‌هاشون پاره کردن، چی نگفتن، چه بلاهایی بزن، تهمتهایی بهشون زدن، چه بلاهایی سرشون در آوردن، نه هیچی نگفتن. دیدی اثر نکرد و من مخالف بودم با این. من همون وقتم این روزنامه ها همه چاپ کردن، داخلی اومدن، حتی از تلویزیون رادیو تلویزیون ایران اومده بودن، همه گیهان اطلاعات رادیو تلویزیون نکن ولی روزنامه ها چاپ کردن، هر کدوم یه تیکه چاپ کردن، هم مصاحبه، هم اطلاعات، هم گیهان، همه شون. من در اونجا یکی از سوالات چون این بود که حالا که اینها میزنن، زخم میکنن، میزنن اینها، تو همونی که اون خمینی در پاریس گفت نمیگی؟ حالا اون خمینی گفتش که این چوباه به دست رو بکشید، اون نمیگی؟
من گفتم در مرحله اول شما مرحله مرحله برید، اینا همشون چاپ دارن، اتالکیان اینا همون چاپ کردن، مصاحبه عمومی بود دیگه، بار تلویزیون هم داره الان. من همون جو گفتم، گفتم به اینها که شما هم حق دارید وقتی تحت زور زور فشار، حتی برخلاف قانون اساسی، قانون اساسی این است که حتی تظاهرات آزاده، حتی راهپیمایی آزاده، حتی مجالس آزاده، و این قید فقط اون قیدی هم که شده که این نمیدونم مضمونش این است که برای ضد اسلام نباشه، او اسلام او میگه برای ضد، من هم یه مشتهد والله العلی العظیم، من خودمو در بعضی از جهات بهتر از خمینی میدونم، و من هم مشتهد مثل خمینی، فرق اگه ولایت فقیه، اگه مشتهد، اگه پشت رأی مشتهد اثر داره، و من هم هر کجا زخمی کردن و که اینا میکردن، کتک که اینا میزدن، چاره نبود، رد الحجر من زدیا اندشن لا یکو الا شهر، باید شهر رو به شهر جواب داد. مولا علی فرموده اگه اونا هم بگن ما این کارامون اسلامی میدونیم، خب من یک مشتهد کاراشون ضد اسلام میدونم، من عربی هم بدعت هست و ضد اسلام خبیث هم و خبیث و ذات هم، اصلا والله من شک در اسلام بعضیشون و بعضی هاشون والله علی العظیم یکی از اقوام نزدیکش که پیش من عادله، قسم خود گفته که من نه معتقد به خدا، نه معتقد به پیغمبر، همین جنای همین کارا رو میکنم بالاتر از اینشم، خیلی آدم خیلی امضا کرده کشته شدن، کشتن ها رو، همه این کشتن ها و همه این شکنجا اینا رو من دخالت میکنم، برای که دنیا هرچی بخوام دنیا برام بر همه، و من جز دنیا چیزی قبول ندارم و چیزی رو معتقد میدم. بعضی از اون طرف اینا اعتقاد به خدا و پیغمبر هم ندارن، چطور شد اسلام؟ من همون ملعون خمینی اون من میشنسه، اون وقتا اگه من یه چیزی سفارشی میکردم میگفتن حرفتو رو به اندازه دو عادل قبول میکنه، تو شهادت تو رو به اندازه دو عادل قبول میکنه، او مطمئنه که من دروغ نمیگم، مطمئنه که من خوبم، و همه یه حرفا رو بهش رسوندم و هیچ از این گوشش گرفت از اون گوشش در کرد، و من رضا یقین کردم که خب خودش از اینش دسته و معلوم نیست که متعرض به چه چیزی هست. من والله الان حتی شک در اسلامش دارم، گفتم که مرحله مرحله برم بالا، الان که اونا کتک میزنن ایران بزنن اونجا میشتره، من شدم گفتم، اونجا هم گفتم، مصاحبه مخفی که نبوده همه جواب کردم، و دیگر روزم همه نوشتم که گفته بزن بزنی اینا رو بزن، فعلا بزنی تا برسه به نوبت به زخمی کردن و برسه به کشتن، و سوالشون هم بود که عرض کردم، گفتن همون حرف خمینی که گفت اینکه ما به دست رو بزنید بکشید، گفتم من مرحله مرحله میگم، اول بزنید همونو که میزنن شما بزنید، که من شده همینو گفتم، و بعدش برسه مرحله مرحله بره بالا. پس اینا هم فطرت انسانی همچین چیزیه، شما یک گوه حتی فطرت حیوانی که گوه بره بزنید اتاق که محصولش کنید میپره چنگولتو میزنه دیگه، برو برگرد نداره، فطرت انسانی به دفاع خودشه که چه شما بگیش از شروع چه شما شما انجام میگیره، اون حقا بی خودیه، یا در کتاب نظرفت فرون جامعه شناس فرون روانکا فرون فلسفه تاریخ نویس بنویسه این کارش اثر نداره، این در باده دلیس خالی کرده که اثری نه در اجتماع اثر نمیاره، اجتماع بین فطره دفاع میکنه، میکشن یا میکشه و زخمی میکنن میزنه زخمی میکنه، و تازه یواش یواش قدرتمندم میشه، چون این دست شما ببینید هر چی بیشتر کار کنید قوی تر میشه، از کار بندازید و قهرن کار باش نکنید دیگه، از اون بدید حرکتش بدید، چشتونه این مدتی ببینید دیگه نکور میشه نمیبینید، وقتی که در این راه یعنی در راه مبارزه حرکت کردن، روز به روز خودتون بیشتر میشه قوی تر میشه، روز به روز خدمت شما از میشه که خون ریزی به اصطلاحی خون ریزی بیشتر میشه، اون طرف باید درست کرد، اگه میخوای اصلاح کنی اون طرف باید گفتش که چرا این کارو میکنی، هر کس به مردم شلیک کرد بزنیدش، هر کس گفت نزنیدش اونم بزنید، هر کس گفت بیا گفتگو کنیم اونم بزنید، هر کس گفت منم اعتراض دارم اما این راهش نیست اونم بزنید، هر کس گفت فرق شما با اونا چیه اونم بزنید، هر کس گفت اصلاحات اونم بزنید، هر کس گفت اینا برن کی جاشون بیاد اونو دوبار بزنید، بزنید انقدر بزنید تا تموم بشن این بی‌ناموسا. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی
در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و کفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره